سخن 47. سلام و درود و احترام به فرزندان میهنم، به همه پارسی زبانها در سراسر جهان و به تمام آن مردان و زنانی که در چهار دیواری ایران به نام ایرانی زندگی می کنند، و با تشکر از رادیوی اسرائیل. عصر روز 26 شهریور ماه 1320، یعنی در بحبوحه جنگ دوم جهانی و در حالی که ارتش متفقین در حال اشغال کردن ایران بود و سران انگلستان و شوروی تصور می‌کردند که با خروج رضا شاه از ایران می‌توانند یک جمهوری نیم بند در ایران تأسیس و برای همیشه خیالشان را از تقسیم منابع و منافع ایران بین خودشان راحت نمایند، محمد علی فروغی زکال ملک، مرد راست قامت و وطن پرستی که نخست وزیر بود، با عجله و شتاب تمام محمد رضای ولیعهد را آماده کرد تا در همان روز در مجلس شورای ملی حضور یابد و به نام پادشاه مشروطه ایران سوگند یاد کند و با این اقدام عملاً در مقابل مقاصد شوم روس و انگلیس سد محکمی برپا کرد. و درست در آن هنگام که محمد رضا شاه با صدای لرزان به اداء سوگند پرداخته بود، صدای زنجیر تانک‌ها و زره‌پوش‌های ارتش متفقین آرامش میدان بهارستان و فضای مجلس را برهم می زد. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. مردان بزرگ ایرانی پشت سر محمد رضا شاه ایستاده بودند. هنگامی که او پس از اداء سوگند می‌خواست به کاخ سلطنتی بازگردد، اتومبیلش از میان صف زره پوش‌ها و تانک‌های ارتش متفقین می‌گذرد. و با این اقدام عصر سوم مشروطیت در ایران فرا رسید و دوره مجلس 13 از تاریخ اول آذر ماه 1320 شروع به کار کرد. روز 5 آذر 1320 سران دولت متفق، یعنی روزولت رئیس جمهور امریکا، چرچیل نخست وزیر انگلستان و استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی به ایران آمدند. 5 روز در تهران ماندند. کنفرانس هایی را برای چگونگی خاتمه جنگ برپا کردند. و در آن هنگامه که در واقع سران کشورهای فاتح طرح چگونگی تقسیم منافع بعد از جنگ را می‌ریختند، جناب فروغی رئیس الوزراء خوشفکر و خوشبین ایران توانست متن قراردادی را تهیه نموده به امضاء سران سه کشور بزرگ برساند که علاوه بر تضمین کمک اقتصادی به ایران، مهمترین موضوع آن قرارداد شناسایی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت ایران و تعیین زمان خروج ارتش‌های متفق از کشور بود که اعلامیه آن با امضاء سران متفق در سراسر جهان منتشر شد. و ای فرزند نوجوان وطنم، میدانی که پس از جنگ جهانی دوم شوروی ها از تخلیه شمال ایران خودداری کردند و از کرج تا شمالی ترین نقطه مرزی را در اختیار خیش گرفتند و تنها سند معتبری که در مجامع بین المللی مطرح شد همین سندی بود که به اهتمام زکاء ملک فروغی تنظیم شده و در رهایی ایران سهم عمده ای داشت. در کتاب نخبگان تاریخ آمده که انتخابات دوره 14 مجلس شورا هنگامی صورت گرفت که نیروهای نظامی متفقین ایران را در اشغال خود داشتند و احزاب سیاسی رنگارنگی با مرامهای مختلف ایجاد شده بود. در نتیجه انتخابات زیر نفوذ گروههای تندرو و دخالت بیگانگان انجام گردید. اما شایان توجه است که در این دوره آقای دکتر محمد مصدق، سید ضیاءالدین طباطبایی و 8 تن از اعضا هیئت رئیسه حزب توده نیز انتخاب شدند. متاسفانه تمام فعالیت 2 ساله مجلس زیر سلطه آنها قرار گرفت و عملاً
مجلس تبدیل به زورخانه‌ای شد که معدودی میداندار در آن به کشتی گرفتن می پرداختن. و آنچه مورد توجه مجلسیان واقع نمی شد، کیفیت اجتماعی و سیاسی روز کشور و ملت ایران بود. و باز یکی از اقدامات مجلس 14 رد کردن اعتبارنامه سید جعفر جوادزاده معروف به پیشوری بود که در مجلس معتقد بودند روزی که میرزا کوچک خان حکومت جمهوری کمونیستی گیلان را تشکیل داد، این آقای پیشوری را وزیر خارجه معرفی کرد. بدین سبب اعتبارنامه او را مردود شناختند. او هم پس از رد اعتبارنامه‌اش به آذربایجان رفت و با دستیاری شوروی‌ها فرقه دموکرات را تشکیل داد و آذربایجان را با کمک شوروی‌ها از ایران جدا نمود. در دوره 14 مجلس که ساعد مراغی رئیس الوزرا هست، به تدریج قضیه نفت داغ و داغتر می شود و تقریبا تمام امور کشور را تحت شعاع قرار داد. زمانی که ارتش امریکایی ها هم به ایران آمدند و به اصطلاح به متفقین خود پیوست، بعضی از شرکت های نفتی امریکایی مثل کمپانی استندارد آکیون، سینکلر، به اتفاق شرکت شل انگلیسی به فکر افتادند که امتیازاتی را برای استخراج نفت شمال ایران به دست بیاورند. اما دولت‌های وقت از جمله دولت ساعد مراغی که نمی‌توانست کارها را به صورت طبیعی پیش ببرد، این درخواست‌ها را مخفی نگاه داشت و دو نفر کارشناس مشهور جهانی را به نام‌های هربرت و کرتیس استخدام نمود تا به ایران بیایند و در زمینه چگونگی بستن قرارداد نفت مطالعاتی به عمل بیاورند. به این منظور هم کمیسیونی از عبدالله انتظام، حسین پیرنیا، عباس آرام، دکتر نخعی به وجود آورد که با همکاری آن دو تن کارشناس نفتی همه جوانب امر را بررسی کنند تا پس از به دست آمدن یک نتیجه روشن گزارش آن را به مجلس بیاورند. اما اتفاقا دو تن از نمایندگان مجلس که در فرکسیون اقلیت عضویت داشتند، که دکتر مصدق رئیسان بود، به نحوی از قضیه با خبر شدند و مصدق رو در جریان گذاشتند. به این جهت روز 19 مرداد ماه 1323 ناگهان اوضاع طبیعی مجلس شورای ملی به هم خورد، چون که فرکسیون اقلیت به سیاست پنهانکاری دولت اعتراض کرد. در نتیجه مسئله نفت مسئله روز شد، موجب هیجان و قوقا بین مردم گردید و بحث و انتقاد مطبوعات درباره نفت بالا گرفت و مجلس و دولت از تمام کارهای اساسیشون باز موندن. قصه جالبی پیش آمد. یعنی دکتر رادمنش که لیدر اعضای حزب توده در مجلس شورا بود، در یک نطق مفصل نظر حزب توده رو اینطور بیان کرد: بنده و رفقایم با دادن امتیازات به دولت‌های خارجی به کلی مخالفیم و یقین داریم که خودمان می‌توانیم تمام منابع ثروت کشور را استخراج نماییم. حزب توده هم از این نظر پشتیبانی می‌کرد و این نظریه مورد تایید فراکسیون‌های چپ و راست بود، تا اینکه دولت شوروی معاون صدر هیئت رئیسه را، یعنی آقای کافترادزه را به ایران فرستاد و او اعلام کرد که دولت شوروی خواستار آن است که در 11 نقطه شمال ایران به استخراج نفت بپردازد. دولت ساعد که متوجه وخامت اوضاع شده بود، همان نطق دکتر رادمنش لیدر حزب توده را ملاک قرار داد و روز 11 شهریور 1323 تصمیم نامه ای صادر کرد که دولت ایران تا قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی تصمیم دارد از دادن هر گونه امتیاز به دولت ها و شرکت های خارجی خودداری کند و متن تصمیم نامه را برای هیئت رئیسه مجلس شورای ملی فرستاد. اما این اقدام ساعد مراغی در حکم خودکشی او بود، زیرا ناگهان فضای پرهرج و مرج ایران تیره و تار شد و تمام ارگان‌های چپ به سردمداری حزب توده و پشتیبانی ارتش شوروی قیام کردند
و نمایندگان فراکسیون توده در مجلس هر روز دولت رو به باد انتقام و دشنام میگرفت. عجیب این بود که سخنگویان و مبلغین حزب توده نه تنها از تز دکتر رادمنش لیدر حزب خودشان پشتیبانی نمی‌کردند، بلکه او را هم سخت به باد انتقاد می‌گرفتند. در این موقع اتفاق جالبی در تهران افتاد که ضمن تأثر و تأسف عمومی موجبات خنده عامه را هم فراهم آورده بود. در تاریخ 5 آبان 1323 حزب توده به اتفاق شورای متحده کارگران با حمایت علنی ارتش شوروی میتینگ سیاری در تهران به راه انداخت که 3 هفته طول کشید. در این میتینگ حزب توده عده‌ای زنان و مردان را از شهرهای شمالی و آذربایجان به تهران آورده و همه روزه آنها را راه میانداخت و مقابل دفتر نخست وزیر میبرد تا علیه دولت شعار بدهند. ولی این بیچاره ها که نه زبان فارسی میدانستند نه اصلا میدانستند برای چه هر روز جلوی نخست وزیری جمع میشوند و باز نمیدانستند که سعاد مراغی اصلا کی هست، مرتبا به جای آن که بگویند مرگ بر ساعد فریاد برمیداشتند مرگ بر ساعد، که این جمله مورد بحث و گفتگوی جراید داخلی و خارجی شده بود. در چنین حال هوایی سران و لیدرهای مجلس علاوه بر قضیه نفت حملات پرجنجالی را هم علیه ارتش و سیستم سلطنت و پادشاه شروع کردند. سخنگوهای متعددی استدلال می‌کردند که شمار نفرات ارتش زیاد است و باید کاهش پیدا بکند. نظرشان این بود که اصولاً باید ارتش رضا شاهی به کلی منحل گردد و ما دوباره خودمان ارتشی را سازماندهی کنیم. سید ضیاء که طبیعتاً دل خونی از رضا شاه داشت شروع کرد به بحث کردن در این زمینه که ما باید ارتشی بنا کنیم مردمی که فقط زیر نظر مجلس باشد و دست شاه و دولت را از ارتش کوتاه نماییم، زیرا در این موقع معاون وزارت جنگ اعلام داشت که این کار عملاً غیر ممکن است، چون به موجب قانون پادشاه سمت فرمانده کل قوا را داراست و نمیتوان ارتباط شاه و ارتش را قطع کرد. دکتر محمد مصدق اعلام کرد که شاه حق ندارد در امور سیاسی دخالت کند، زیرا فردی است غیر مسئول در مقابل قانون. در غیر این صورت میتوانیم شاه را هم از سمت شاهی عزل ماییم. این گونه بیانات از جانب لیدرهای مجلس تب ضد شاه و ارتش را در میان مردم بالا برد. در نتیجه هر روز جلوی مجلس شورا تظاهرات پرزد و خوردی جریان داشت. در این اوضاع احوال ساعد نخست وزیر که می دید مجلسیان اصلا در پیله خودمحوری های خویش سرگرم هستند، اعتنایی به موقعیت مملکت ندارند، ناگزیر از سمتش استفاده داد و رفت. صدر اشراف رئیس الوزرا شد، ولی چند ماهی بدون آن که بتواند رأی اعتماد بگیرد همچنان شیر بیال و دم اشکم باقی ماند. اما باز فراکسیون اقلیت به بازی های خودش ادامه می داد. پیشوری در آذربایجان حکومت خودمختاری خویش را اعلام کرده بود. در کردستان هم قاضی محمد سر برآورده و در این میان به تحریک روسها گروهی از افسران لشکر خراسان با سرقت کردن انبار اسلحه و مهمات ارتش سر به شورش برداشتند. از خراسان فرار کردند تا در کردستان به قاضی محمد بپیوندند. مملکت سخت در آشوب فرو رفته بود. می رفت که شیرازه کشور از هم بپاشد. در این موقع سران ارتش که از روز اشغال ایران وسیله متفقین به کلی قدرت را از دست داده بودند و می دیدند که پادشاه هم نه قدرتی دارد نه صلابتی و مجلس اصولا شاه را از همه امور دور نگاه داشته و خود را صاحب اختیار مملکت می داند، به فکر افتادند تا راهی برای جلوگیری از این هرج و مرج پیدا کنند. به این جهت با حضور پادشاه جلسه ای تشکیل دادند و به او حالی کردند که با این وضع کشور از دست خواهد رفت. خراسان در هم ریخته، آذربایجان خود را مستقل می‌داند، کردستان در دست قاضی محمد و گروه‌های چپ و مشاورین روسیه‌اش افتاده، عشایر ایران به تاخت و تاز در فارس پرداختند و باید اقدامی فوری به عمل بیاوریم. در این جلسه تصمیم گرفتند که به اصطلاح سر مار را بکوبند. روز 23 شهریور 1324 در تهران حکومت نظامی اعلام شد.
و محل حزب توده و شورای متحده کارگران را ارتش تصرف کرد. عملا مانع از پاره اقدامات حاد در پایتخت شدند و دولت صدر هم از کار برکنار گردید و ارتش در مقابل مجلس و دولت و چپا قد علم کرد و با دستور گرفتن از شاه برای نخستین بار او را هم به بازی گرفتند. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد.